با درود و سلام خدمت همراهان همیشگی کانال ایران و همیهنان عزیز در سراسر دنیا باز هم خدمتتون رسیدیم تا با مهمترین رویدادهای این لحظه همراهتون باشیم در ابتدای این بخش ویدیوی تکندهنده خواهیم دید از مهدی فلاحتی و دزدی کلان پسر معاون اول دولت فاسد رئیسی خبری خواهیم داشت از تحصیلات عالیه اکثریت رانندگان تاکسی های اینترنتی در ایران و در ادامه از سرخوردگی و ناامیدی در میان نیروهای سرکوبگر خواهیم گفت از حمله نماینده اصولگرا به امامه رئیسی خواهیم گفت و در نهایت نامکان قرچک روایت نرگس محمدی و عالیه مطلبزاده زاده از زندان زنان تا انتها با ما همراه باشید پیش از هر چیزی نکته رو یادآوری کنم خدمتتون و اونم این که همکاران من زحمت کشیدن و در فیلد توضیحات ویدیو برای آسودگی شما در تماشای خبر مورد توجهتون عنوان هر خبر رو با تایم اون خبر ذکر کردن که در صورتی که تمایل داشتین روی تایم اون خبر کلیک کنید تا بدون نیاز به تماشای بقیه اخبار مستقیما به همون بخش منتقل بشین تا انتها با ما همراه باشید. رئیسی مفسد عوام فریب از دیدگاه مهدی فلاحتی دزدی کلان پسر معاون اول دولت فاسد رئیسی از سوی بدهکاران کلان بانک پاسارگاد مدیرامل این بانکه بانک پاسارگاد تو بانک پاسارگاد میزان سپرده های مردم آن دارین میبینین دیگه از سال 93 تا سال 97 یعنی در عرض چهار سال دو برابر شده رسیده نزدیک هفتاد و هفت هزار میلیارد تومن این بانک جز بانک است که اعلام کرده در سه سال گذشته هیچ سودی نداشته جزو بدهکارترین بانک هاست الان چرا؟ چون بیش از صد هزار میلیارد تومن تسهیلات داده و پس نگرفته به کیا داده؟ فقط به پونزهت شرکت که دارین میبینین این پونزهت شرکت مال کیاست؟ مال خوده مدیرای بانک پاسارگاد که یکیشون گل پسر محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور فساد ستیزه شرکتی که محمد سجاد مخبر پسر محمد مخبر یا توش مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره بعض جا به عنوان نماینده شرکت مادر که مدیر عاملش رفته توی شرکت زیر مجبورش به عنوان عضو هیئت مدیره نشسته تو شرکت نسیم سلامت پاسارگاد مال بانک پاسارگاد مدیر عامله تو بقیه شرکت ها به نمایندگی از این شرکت مادر رئیس هیئت مدیره است یعنی تو این شرکت ها که همشون به بانک پاسارگادن همون شرکت هایی یعنی که شرکت کردم به هر عنوانی که ایشون باشن یا رئیس هیئت مدیره یا مدیر عامل آقای سجاد مخبر حرف اول رو میزنه بعد مدیر عامل بانک پاسارگاد کیه؟ حاج مجید قاسمی تو یازده تا شرکت دیگه ایشون رئیس هیئت مدیره است سه تا از این شرکت ها همونهایی هستن که تو فهرست بدهکاره بانک پاسارگاد هستن تو اون تا شرکت سه تاشون این توش رئیسیت مدیر است فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان سرمایه گذاری پارس آریان و شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه که بزرگترین بدهکار بانک پاسارگاد بیش از 69 هزار میلیارد تومن قرض و پس نده گرفته از بانک پاسارگادی که خود رئیس مدیرش مدیر عامل بانک پاسارگاده مجموع بدهی این سه شرکت که آقای مجید قاسمی مدیر عامل بانک پاسارگاد رئیس هیئت مدیره مجموع بدهیشون به بانک پاسارگاد بیش از 72 هزار میلیارد تومنه آدمایی که تو این سه شرکت همه کارن تو بانک پاسارگاد هم همه کارن هشتک #دولت دزدان ولایی اکثر رانندگان تاکسی های اینترنتی دارای تحصیلات عالیه هستند. 75 درصد رانندگان تاکسی های اینترنتی در ایران دارای تحصیلات عالیه و بالای فوق لیسانس هستند. یک فعال حوزه کار با بیان اینکه 75 درصد رانندگان تاکسی های اینترنتی دارای تحصیلات عالیه و بالای فوق لیسانس هستند گفت متاسفانه امروز جوانان تحصیل کرده به جای کار در خطوط تولید دو ساعت کار با پراید رو ترجیح میدن و این مسئله از عدم فرهنگسازی در حوزه کار و بها ندادن به مشاقل نشأت گرفته علی اصلانی بر لزوم فرهنگسازی در حوزه مشاقل تاکید کرد و گفت برای پیشرفت تولید و صنعت داخلی باید به آموزش و فرهنگسازی در حوزه کار روی بیاوریم و دانش آموزان را از دوران ابتدایی استعدادیابی و به سمت مشاقل مورد علاقه هدایت کنیم وی افزود در گذشته پدران شغل آبا و اجدادی خود را به فرزندان منتقل می کردن و این شغل نسل به نسل و شاید سی سال ادامه می یافت ولی به تدریج این رویه تغییر یافت و تمایل به ادامه شغل پدری کم رنگ شد چون به فرهنگ کار بها ندادیم این فعال حوزه کار با بیان اینکه 75 درصد رانندگان تاکسی های اینترنتی دارای تحصیلات عالی و بالای فوق لیسانس هستند اظهار کرد متاسفانه چون در زمینه مشاغل فرهنگ سازی نمی کنیم و مطابق با علم روز و مشاغل جدید پیش نمی رویم در همان مشاغل سنتی باقی مانده اصلانی تصریح کرد چرا یک جوان تحصیل کرده با مدرک لیسانس و فوق لیسانس حاضر نیست با ماهی چهار میلیون تومان حقوق در خط تولید کار کند و دو ساعت کار با پراید رو ترجیح میده چون آموزش ندادیم و فرهنگسازی نکردیم در نتیجه شغل هایی که ثبات ندارند و غیر مولد هستند در جامعه رونق گرفته در حالی که باید به تمام شغل ها ارزش قائل بشیم. هجاب، سرخوردگی و ناامیدی در میان نیروهای سرکوبگر دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر روز شنبه در نشستی از ناله کردن و ترویج ناامیدی در میان نیروهایی که بازوی اجرایی جمهوری اسلامی برای حجاب اجباری هستند شکایت و به اون اعتراض کرد به گزارش صدا و سیما محمد صالح هاشمی گلپایگانی در نشست کارآمدسازی طرح جامعه افاف و هجاب گفت که مهمترین گرفتاری در افراد حکومتی که با شهروندان برای تحمیل هجاب اجباری برخورد می‌کنند بی‌برنامگی و نداشتن طرح تر... عدم تشکیل جبهه متحد صرفا به نصیحت و رهنمودهای پی پی کردن به گفتگوهای بی و مشغولیت نفسگیر در فضای مجازی پرداختن اول و دوم کردن موضوعات و ایجاد توقف فرافکنی و تکرار مکررات درد دل و ناله کردن و ترویج ناامیدی و اعتراض بدون ارائه راه حل اون همچنین از کم تحرکی حوزه های علمی خواهران در برخورد با شهروندان گرایی کرد و خواستار کار سازماندهی شده و تشکیلاتی شد این اظهارات محمدصالح صالح هاشمی گلپایگانی در حالی بیان میشه که در ماهای اخیر روند برخورد خشونت همیز با زنان در ایران به بهانه اجبار به رعایت حجاب اسلامی شدت گرفته همزمان با افزایش فشارها در این زمینه مخالفت ها با حجاب اجباری هم بیشتر شده تا جایی که شماری از زنان محجبه با به راه انداختن کارزارهای در شبکه های اجتماعی به این سیاست و رفتار جمهوری اسلامی اعتراض کردند. هفته گذشته حسین کروبی فرزند مهدی کروبی از رهبران جنبش سبز ایران که در حصر خانگی به سر می برد گفت که پدرش با حجاب اجباری مخالفه و تاکید داشته اجباری کردن هجاب پس از انقلاب اقدامی نادرست و سیاسی بوده روز سهشنبه 11 همه مرداد 21 فعال سیاسی و مدنی ایران با انتشار بیانیه‌ای درباره پیامدهای سیاست حجاب اجباری هشدار دادن و تاکید کردند که اجرای این سیاست در کشور از همون ابتدا خطا بوده و حالا هم با گذر زمان اشتباه بودن اون بیشتر آشکار شده بیانیه یاد شده نیز این پرسش رو در برابر جمهوری اسلامی گذارده که حکومت تا کجا میخواد به این تنش اجتماعی دامن بزنه و اگر حکومت در موضوعاتی که پرداختن به اونا قطعا وظیفه اون هست مانند مبارزه راستین با فساد اقتصادی فقر بیکاری گرانی و غیره به اندازه تحمیل هجاب بر زنان هزینه کرده بود حتما حاصلی در برداشت نامکان قرچک روایت نرگس محمدی و آلیه مطلب زاده از زندان زنان نرگس محمدی و آلیه مطلب زاده با انتشار یادداشتی از انتقال ناگهانی و قافل گیرانی خود به زندان اوین خبر دادند این دو زندانی سیاسی که پیشتر در زندان قرچک به سر می بردن در این یادداشت با توصیف بخشی از شرایط هولناک زندان قرچک آن را بازنمای دیدگاه، اراده و عمل حکومت استبداد دینی علیه زن خواندند. این دو فعال مدنی در بخشی از یادداشت خود می نویسند که مأموران و زندانبانان هم به آزادی زندانیان از آن شرایط قبطه می خورند و خود نیز به دنبال راه نجاتی از آنجا هستند. متن کامل این یادداشت به این شرح است. نامکان قرچک صرفا نام یک زندان برای نگهداری محکومین و متهمین زن نیست. قرچک بازنمای دیدگاه، اراده و عمل حکومت استبداد دینی علیه زن است. کم نیستند زنانی که نه به موجب رفتاری خلاف قوانین بلکه به دلیل اصرار بر حق پوشش نگرش و زیست انسانیشان گرفتار این نامکان هولناک شده اند. کم نبودند مأموران و زندانبانانی که به آزادی زندانیانی از این زندان به منزله رهایی و از شرایط دشوار قبطه خورده و به دنبال راه نجاتی از آنجا بودند ما نیز از جمله زنانی بودیم که ماهها این شرایط را تحمل کردیم و بخش از مبارزاتمان را بر اساس تجربه و همزیستی با زنان زندانی قرچک رقم زدیم چون بر این باور بوده هستیم که مبارزه علیه شرایط غیر انسانی قرچک مبارزه برای ممنوعیت حضور و تبعید زندانیان سیاسی عقیدتی که به منظور آزار آنها صورت می گرفت نبوده بلکه فراتر از آن منظور ما تعطیلی این زندان و مشکلات هزاران زنی است که طی سالهای گذشته به اجبار متحمل آن شرایط شدهاند. شرایطی که سختی و بدی هوای سوزناک و جهنمی آن آلوده و غیرقابل شور و حتی غیرقابل استهمام بودن آب ساختمان سول مانند بدون نور طبیعی و جریان هوا فاضلاب و تأسیسات فرسوده و زیر ساختهای نامناسب جهت زندگی انسان تنها بخشی از رنج فزاینده و پایان ناپذیر تحمیل شده بر جان تک تک زنان این زندان است بخش بزرگتر آن نوع نگاه حکومت مسئولان و حتی برخی از مأموران امنیتی زندانبانان و کادر درمان است که هیچ شعن و هویت انسانی برای زنان زندانی قائل نبوده و آنها را مستحق هر گونه بدرفتاری و توهین میدانند ما و بقیه زندانیان سیاسی در روز 29 تیر ماه 1401 بدون هیچ گونه درخواست جابجایی به طور ناگهانی و قافلگیران از این زندان اخراج شدیم ما بخشی از روح و روان و جان و دلمان را در میان خواهرانمان در قرچک بر جای گذاشتیم حضور زندانیان سیاسی می توانست انعکاس صدای آن زنان بی صدا باشد و اخراج ما از آن زندان به منظور قطع آن صدا است ما سکوت در قبال شرایط سخت زنان در زندان قرچک را به ازای ترک آن نامکان را بر نمی تابیم و همچنان به این باور داریم که زندان زنان قرچک ورامین باید تعطیل شود عالی مطلب زاده نرگس محمدی تکلیف برجام آقای رئیسی امامه رو بر زمین بکوبید محمد مهاجری فعال سیاسی اصولگرا در یادداشتی نوشت جناب رئیس جمهور میدونین بین علما رسم بوده که وقتی به موضوع بسیار مهمی معترض بودن و صداشون به جایی نمیرسید در برابر دیگران اما ما از سر بر می و بر زمین میکوبیدن الان مهمترین مسئله روز برجامه تیم مذاکره در وین در حال چانه برای گرفتن امتیاز بیشتر هستن و در همین حال کاسبان تحریم در داخل کشور با انتشار خبرهای دروغ جعل خبرهای کذب و یأس های واهی فضا سازی میکنن که مباد هر توافقی کاسبیشون رو به هم بریزه. حالا اگه شما به برجام معتقدین و اون رو برای آینده کشور مفید میدونین اما نمیتونین در برابر دلواپسانشون بیستین در حضور بزرگان کشور امامه بر زمین بکوبین و بر حرفتون پای بفشارید و اگر به برجام اعتقاد ندارین و تصورتون اینه که دستساز اسرائیل و آمریکا و دشمنانه تا ما رو از زیر یوغ استکبار ببرن و ما رو خفیف کنن و اگه مطمئنین چین روسیه ما رو بس است و این دو قبر قدرت در برابر همه تهدیدها و تحریمها هوای ما رو دارن بازم در جمع بزرگان امامه برزمین بکوبین و تکلیف مملکت رو یکسره کنین بسته خبری این ساعت هم در همینجا به پایان رسید. سپاس بی از اینکه ما رو همراهی می کنید. شما رو تا بخش بعدی به خدای بزرگ می سپاریم و آرزوی لحظات سرشار از شادی و تندرستی برای تکرک شما داریم. ایزد یارتون.